این ژامبون مرغ بدون کاور و فقط با یه قاشق و نصفی روغن درست شده، پس یه دستور سالم و فوق‌العاده خوشمزه و رژیمیه. با نمونه‌های بازاری مزه‌اش مو نمی‌زنه. اینم از بافت و کیفیت کالباسمون. اول تیکه‌های نمایشی رو آماده می‌کنیم. 380 گرم رون مرغ بی‌خس رو ریز خرد می‌کنیم. حالا مواد پودری رو داخل کاسه می‌ریزیم. نشاسته گندم، ایزوله سویا، مواد عمل‌آوری، نمک و ادویه. همه اینا رو می‌تونید از لوازم قرنادی‌ها تهیه کنید. 150 گرم آب خنک رو بهش اضافه کنید و خوب هم بزنید که به این غلظت برسه. رون مرغا رو که تیکه کردید بهش اضافه کنید و خوب هم بزنید. حدود 5 دقیقه بهش کمی مایع دود اضافه کنید. روشو بپوشونید، بذارید یه روز داخل یخچال استراحت کنه. حالا برای خمیر زمینه رون و سینه مرغ خنک رو به همراه سفید تخم مرغ خنک، 2 حبه سیر، 1.5 قاشق غذاخوری روغن مایه داخل خردکن ریخته میشه و خوب میکس میشه. چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که خمیرتون نباید گرم بشه، وگرنه بافت کالباس متلاشی میشه و خراب میشه. توی این دستور من 4 حبه یخ استفاده کردم که خود یخ هم به انسجامش کمک میکنه و باعث میشه که خمیرمون گرم نشه. 2 تاشو تو این مرحله اضافه کردم، یکم دوباره هم میزنم، بعد 2 تای دیگر رو اضافه میکنم. اگر دوست داشتید که آموزش کالباس گوش و یا پپرونی رو براتون بذارم، حتما توی کامنت بهم بگید. حالا بقیه مواد رو اضافه میکنیم. شیر خشک شور که از لوازم قرنادی ها میتونید بخرید، نشاسته ذرت و عطاریا دارن، ادویه کالباس، مایه دود، سس خردل، همه اینا رو با هم مخلوط کنید. اینم بافتی که برای خمیر زمینه احتیاج داریم، دقیقاً همینقدر نرم و لطیف. تیکه مرغ‌های عمل‌آوری شده‌مونم حاضرن بعد از 1 روز که داخل یخچال بودن. خمیر زمینه رو بهش اضافه می‌کنیم و خوب هم می‌زنیم. حالا قالبمون رو چرب می‌کنیم. من از یه لیوان فلزی استفاده کردم و مواد رو می‌ریزیم داخلش. اما اشتباه نکن، از این لیوان اصلاً در نمیاد و کاملاً می‌چسبه. این روشی که میگم امتحان کن، حتی قالب آهنی هم داشتی ازش در میاد. داخل این لیوان که جنسش فلز هم بود، من فویل رو قرار دادم و دورش هم میخوام یه تیکه کاغذ روغنی و کفش هم یه کاغذ روغنی گرد قرار بدم. دیگه عمرم بچسبه. حالا موادی که آماده کردید رو داخل لیوانتون پر کنید، بعد روش رو بپوشونید و میذاریمش داخل قابلمه آب جوش. 1 تا 1.5 ساعت داخل این قابلمه با در بسته بپزه. بعد از اینکه پخت، بلافاصله بذارید داخل آب خنک و سری خنکش کنید. بلافاصله میتونید برش بزنید، ولی من پیشنهاد میکنم که یه روز داخل یخچال بمونه که بافتش هم بهتر بشه برای برش زدن. کاملا سالم، بدون ذره نگهدارنده و با همون طعم بازاری. ادویه کالباس رو میتونین از لوازم قرنادی ها یا جایی که لوازم سوسیس کالباس دارن بخرید. من اینجا ترکیبش هم براتون نوشتم. اگه از این دستور خوشتون اومد، لایک و سابسکرایب یادتون نره.